سلام و صد سلام، خوش اومدید بچه‌ها. من سم اسنا هستم و اومدیم با یه پلیر ریوایند دیگه. یه بازیکن ایرانی داریم، حالا مهاجم بود، یعنی علیرضا جهانبخش بود. یک یکی میایم پستا رو عقب‌تر و دوباره میریم سر مهاجما. امروز سعید عزت اللهی داریم که پستش سی ام و سی دی ام، یعنی هافک وسط بازی میکنه. من رفتم آمار سعید رو درآوردم، سالهای اول فوتبالش که یه بار رفت اتلتیکو مادرید، اگه اشتباه نکنم اسمش اتلتیکو مادرید سی یا بی بود که اصلا داخل فیفا نیستش بچه‌ها. بعدش رفته بود لیگ روسیه که متاسفانه اونم تو بازی نبود، یعنی در واقع لیگ روسیه لایسنس نیست. فکر کنم یکی دو تا تیمش هستن که اونم تو رست آف دی وردن، اگه اشتباه نکنم لوکوموتیو مسکو و یه باشگاه دیگه شون زنیتو، نمیدونم روستوف و اینا، هیچ کدومشون نیستن. و منم گفتم نمیتونم ببرمش اتلتیکو مادرید سی چون نیست تو بازی، نه لیگ روسیه، ببرمش توی باشگاه ریدینگ که فکر کنم سال 2018 اونجا بازی میکرد، یعنی توی 21 سالگی. الان سعید دور و بر 24 25 سالشه و داره توی لیگ دانمارک بازی میکنه و آوردمش توی باشگاه ریدینگ. الان 21 سالشه اینجا که الان بهتونم نشون میدم اوورالش. اوورالش هم 68، دقیقاً اوورال همون 21 سالگیشو براش گذاشتم. اینم از سعید عزت اللهی که 21 سالشه و ایرانی سی ام سی دی ام و اوورالش هم 68. خب بچه، حالا روندمون با سعید چطوریه؟ ما حداقل طبق قانونی که قبلا گذاشتم، قانون این چالش پلیر ریوایندمون اینه که حداقل با بازیکن‌ها 10 فصل بریم. اگه تو این 10 فصل به 30 سالگی رسیدن که رسیدن، اگه نرسیدن باید یه فصل، دو فصل، سه فصل بریم که به 30 سالگی برسن. اما سعید الان 21 سالشه، 10 فصل باید باش بریم، یعنی کلا با سعید قراره تا 31 سالگی فوتبال بازی کنیم و الانم توی باشگاه ریدینگ. پتانسیل سعید هم بالاترین پتانسیلش تو بازی 79 بوده اگر اشتباه نکنم، که من کردم 64 یا 85. دیگه خیلی نمیخوام پتانسیل کلا بازیکن‌های پلیر ریوایند رو ببرم بالا که تا 98 اینا برن، و یه پتانسیل متوسط همون دور بر 84 85 86 اینا براشون میذارم و با دیولپمنت پلن میبریمشون بالا. خب قبل از اینکه بخوام تیمش رو بهتون نشون بدم، این کل استاتسای سعیده که میبینید خیلی استاتسای داغونی داره سعید. چیزی که من میخوام روش بذارم اصلا حرف قشنگی نبود، ولی میدونی چی میگم، دیفنسیو میدفیلد. یعنی چی؟ یعنی سرعت، دیفندینگ و فیزیکش رو بیاره بالا، چون سعید سی ام سی دی ام و من بیشتر دوست دارم به عنوان سی دی ام محض بازیش بدم، یعنی یه هافک دفاعی، چون قد و هیکل و سیس خوبی هم داره، کراش خیلی از دختران هم هست. خدا وکیلی نمیدونم سعید و خدا نقاشی کشیده، من نمیدونم منو چی کشیده بابا، اعصابم خورده بابا. اینجا پوشکاشو داریم بچه‌ها تو تیم سعید توی باشگاه ریدینگ که من سعی می‌کنم بهترین ترکیبشون رو بچینم. درینک واتر رو داریم که باید بیاد زیر آج سعید. اصلا آقای درینک واتر فکر کنم همتون میشه تو چلسی و لستر بازی کرده و اصلا دیگه برام مهم نیست. البته میارمش اینجا چون درینک واتر واقعا بازیکن خوبیه، داشته باشیمش، ولی سی دی ام من عمرن یعنی نمیذارم کسی جا سعید بازی کنه. برای همین الان برام اس ام اس اومد. آجی اس ام اس نده به من، دمت گرم. تا بعد ببینیم سعید تو فصل اول فوتبالش چقدر پیشرفت می‌کنه و ببینیم به چه باشگاهی میریم، چه جوری میشه و خیلی میتونه جذاب باشه به نظرم بازیکن‌های ایرانی. برو بریم. خب رفقا چطورید؟ خوش اومدید به آخر فصل. من الان قراره یه کلیت از سعید بهتون بدم و یه دو سه تا نکته بگم، نکته جالب که تو الان تو پلیر ریوایندمون نداشتیم. در مورد سعید در طول کل این فصل نزدیک 50 تا فرستادن. سویفت یکی از بازیکنامون بود که تمام بازی‌ها رو انجام داد، ولی سعید به خاطر اینکه تو پست سی دی ام مثل لارنت و اینا بودن، مثلا پست بازیکن‌های دیگه هم بودن، کلا 33 تا بازی انجام داد. یه جورایی بیشتر از 50% بازی‌ها رو سعید حضور داشته. تقریبا اینطور می‌بینید درینک واتر هم هست. سعید 22 سالشه، یه جورایی تو طول یک فصل 4 تا اوورال اومد روش که به نظرم اوکی بود با پتانسیل اوکی که روش گذاشتیم. در مورد دیولپمنت پلن من وسط فصل انکر یا انچرمن گذاشتم که ویک فوتش حالا به عنوان یک سی دی ام حالا اسکیل نمیخواد، ولی شاید جلوتری دیولپمنت پلنی بذاریم که اسکیلش هم ببره بالا. ولی کلا دیولپمنت پلن سعید به عنوان سی دی ام دیفنسیو میدفیلده که در واقع اینترسپشن و استامینا و استرنج و سرعتش رو به عنوان یک سی دی ام ببره بالاتر. در مورد رقابت‌هایی که ما با باشگاه ریدینگ حضور داشتیم، می‌بینید موشن پلی آف هستیم الان، یعنی پلی آف لیگ جزیره حضور داریم که خیلی هم سخته و الان بهتون توضیح میدم. توی چمپیونشیپ ما ششم شدیم بین تمام این باشگاه، 36 بازی 19 تا برد 17 مساوی، یعنی بین تمام تیمای بالا جدولی خیلی مساوی داشتیم، 10 تا باخت. دو تا از تیما مستقیم میرن لیگ جزیره، شفیلد و فولام، بورنموث، میدلزبرو، استوک سیتی و ریدینگ، 4 تا تیمی ان که پلی آف بازی میکنن، قهرمان اینا به عنوان تیم سوم میره که من میخوام اینا رو با هم کویک سیمشو ببینیم. سعیدم فیکس تیممونه و ما 27 می الان با
باشگاه برنموث بازی داریم که خیلی میتونه بازی مهمی باشه. سعید منفی 2 خورده، دلیلش هم اینه که از تایم بازیش تو باشگاهش ناراضی، یعنی ریدینگ تایم ناراضی، یعنی چون بهتون الان نشونش میدم، بذار بریم یه دقیقه نشون بدم قشنگ شما بفهمید من دارم چی میگم. ببینید سعید اون پایین نوشته از تیم پرفورمنس ناراضی، از قراردادش راضیه، پول خوبی داره میگیره، همه چیو که پلی تایمش هم ناراضیه، اینجوری این چیز پایینه که میگه من زمان بازیم خوب نیستش. بریم واسه این بازی که به بازی میدیگه فکر کنم کلن میبریم بازی رو. برگام میتیه گل زد، حاج میتی گل زد، میتیه ادیتور عزیزم رو میگم، سعید رو تعویض کردن، میبینی دارن اذیت میکنن. سعید 7-3 گرفت، نمره خوبی هم بود به نظرم. برنموث واقعا تیم خوبی داره، لرما، کوک، من اصلا خوشحالم میشم ریدینگ نره به لیگ جزیره و نمیره لیگ جزیره. بله 35 بازی یه دونه اسیست داده، ولی واسه سی دی ام کلین شیت هم بچا مهمه، کلین شیت یعنی تیم گل نخوره. من کلین شیت ها رو مینویسم، گل و پاس گل ها رو هم لحاظ میکنیم. سعید تو کل این فصل 35 بازی 0 گل، یک پاس گل و 7 کلین شیت به ثبت رسونده. دیگه انتظار گلزنی از سعید بالاخره نباید داشته باشیم. بریم ببینیم فصل بعد چه اتفاقی میفته. خب واسه سعید اولین پیشنهاد اومد از دیپورتیو آلاوز. آدی آلاوز وضع جذابی تو لیگشون نداره، من میترسم برم لالیگا، میترسم برم لالیگا تو آلاوز بازی کنم، خیلی باشگاه خوبی هم هست. وای میسی یه ذره پیشنهاد رو ببینم دیگه، پیشنهاد اول آدم حول بازی در نمیاد. ببین همین الان سری گالاتاسرای، یعنی تو پیشنهاد گهتر از این نبود من برم لیگ ترکیه تو سن 22 سالگی. 6 میلیون فنرباخچه اومد، بابا جان مادرتون ترکیه نیاد، منتظر یه پیشنهاد بهترم، لیگ بلژیک هستم. اوه پیشنهاد دوباره اومد، پیشنهاد دوباره اومد، جنوا. آجی جنوا هم تیم باشگاه خوبیه، میتونم قبول کنم جنوا رو، قبول میکنم جنوا رو، قبول میکنم. به نظرم سنگین تر نیست، حسم میگه. خب رفقا همون جوری که میبینید سعید عزت اللهی به باشگاه جنوا فروخته شد، بریم جنوا برمیگردیم ببینیم چیکار میکنیم. خب بچه‌ها خوش اومدید به باشگاه جنوا، همونطور که میبینید و تیمی که اینجا جنوا داره به نظرم تیم اوکیه و چقدر سی دی ام داره. یه داداشمون هم اینجا چه جاستیک هم داریم، جاستیک جان، ماکسیموویچ هم داریم، تیم خوبی داریم. نه من تیم خوبی بچه جدی، تیم خوبی اومدم، من راضی ام از این شرایط فعلا. بریم دیولپمنت پلن و سیست سعیدو الان یه نگاه بهش بندازیم و میبینید که دیفندینگ و فیزیکش داره میاد بالا. من همین الان دیفنسیو میدفیلد رو دوباره روش میذارم و یک فصل کامل با همین سیست بره جلو که ایشالله پیسو فیزیکو دیفندش بره بالاتر، چیز دیگه ای نمیمونه. بریم ببینیم چیکار میکنیم. خب رفقا خوش اومدید با آخر فصل دوم و قراره در مورد این فصل براتون توضیح بدم، یه توضیح کلی کلا در مورد سری آ میخوام بهتون بدم. ما 11ام شدیم، خیلی به شدت باخت پشت سر هم داشتیم، فصل متوسط، حالا یه مقداری روبرو پایینی بود. در مورد تعداد بازی سعید این فصل کلا همون دور و بر 38 نزدیک 40 تا بازی بود. میبینید ما یه بازیکن داریم پیدا کنم، آره دیگه 39 تا بازی ما کلا این فصل داشتیم. سعید 33 تا بازیشو انجام داد، 2 تا گل و 2 تا پاس گل هم به ثمر رسوند و 7 تا کلین شیت که من اینجا الان می‌نویسم. می‌بینید که ما توی راند 16ام 2-1 به یوونتوس باختیم، متأسفانه اینتر قهرمان نشد و برگام روم قهرمان شده. چه لیگ داغونی شد اصلا، یوونتوس اینا همه ریده بودن تو لیگ مثلا. بجز کوپا ایتالیا و لیگ ایتالیا تو هیچ رقابت دیگه ما حضور نداشتیم. این برای اول فصل سوم که ببینیم چه اتفاقی میفته. خب آقا چطورید، خوش اومدید به اول فصل سوم. من داشتم باز رکورد میکردم، چون این رکورد این کلا ضبط این ویدیوها طولانیه بچه‌ها و من معمولا استوب مثلا میکنم بعد دوباره استوپو ور میدارم و شروع میکنم به رکورد ویدیو و صحبت میکنم. یه نکته بهتون بگم، الان سعید عزت اللهی گفتم چون باسش یه پتانسیل اوکی گذاشتم، میبینیم که داره آروم آروم پیشرفت میکنه، بیشتر شبیه واقعیت تا مثلا آگوئرو و اینا. از ولورهمتون، برایتون و لیگ فرانسه پیشنهاد داشتیم. لیگ فرانسه اسم تیمشو نمیدونم چی بود، اسم خیلی رمز رنز نیست، ولی مطمئنم تیم خیلی قوی نبود. اونا رو رد کردم، برایتون رو رد کردم، ولورهمپتون رو رد کردم. الان از دو تا باشگاه یعنی لاتزیو و کریستال پالاس پیشنهاد داریم که این میگه کریستال پالاس فیلیپ اندرسون رو میدیم. من دوست دارم بمونم توی در واقع سری آ و یک فصل دیگه توی سری آ بازی کنم، اما بازم میخوام منتظر بمونم و ببینم چه تیمای دیگه‌ای بهم پیشنهاد میدن و منو میخوان. سویا بهمون پیشنهاد داد، سویا رو به شدت هستم، ایمیلون رو قبول میکنم سویا رو. خب آقا سعید عزت‌اللهی به سویا فروخته شد، این فصل فصل نشون دادن خودمونه
بریم ببینیم چیکار میکنیم. خب بچه ها خوش اومدید به سویا. همونطور که تیم سویا رو میبینید، من حالا باید کلی تغییرات انجام بدم. 100% بازیکنان بهتر دارن. هر موقع به این تیم ها میاید کریراتون هم تیم عوض میکنید. معمولا من یه سری بازیکن خوب این زیر میر هستم، مثلا الان سعید خودمون هست، نوس رو دارن و دارن مثلا جردن رو بازی میده یارو دیگه، نمیدونم داویدز خریده نوکش میره، مثلا رافا میرو داره بازی میده و ادریسی و کلی بازیکن حالا اینجا هست. من اینو تمیز ممیزش میکنم. ماسپیلیکوتا و چند تا بازیکن دیگه داریم. تیم بدی نیست خدایی. دفنسیو میدفیلد رو میذاریم. در مورد قراردادش بخوام بهتون بگم، دور و بر 4 سال قرارداد داره با سویا و بیجش هم 40,000 تا در هفته است و برو ببینیم چیکار میکنه. خب آقا فصل سومم تموم شد و الان قراره با هم یه مروری بکنیم روی فصل سوم. همونطور که میبینید ما رتبه هفتم هستیم، رئال مادرید هشتم. اتفاقات عجیبی افتاد، تیمی که حالا من میگم جزو تاپ 5 بود نتایج خیلی خوبی نتونستیم بگیریم. میبینید که هیچ جامی تا الان تا فصل سوم نگرفتیم. تو کوپا د اسپانیا هم همونطور که میبینید رئال مادرید قهرمان شد و ما در مقابل اتلتیکو مادرید در رفت و برگشت باختیم. من فکر کنم کوپا دل ری حساب میشه دیگه، جام حذفیشون اگر اشتباه نگم. در مورد سعید عزت اللهی، ما اوورالمون اون اول که اومدیم یه جوری 76 بود، ولی تا اومدیم اینجا شد 77. ما 76 هم حساب کنیم، در طول یک فصل 3 تا اوورال اومد رو اوورالمون و الان من دیولپمنت پلن و استاتسامون هم بهتون نشون میدم. سعید 42 بازی تو طول این فصل انجام داد، بیشترین تعداد بازی بود که توی فصل تا الان انجام داده. دو تا گل به ثمر رسوند و یه دونه پاس گل داد و 10 تا کلین شیت داشته. به عنوان یک سی دی ام استاتسای خوبی داره، حالا پاسینگ و اینا نداره متاسفانه، بیشتر توپ گیره و توپ پخش کنه زیاد خوبی هم با این حال و اوضاعی که داریم میبینیم نیستش و من همین دیفنسیو میدفیلد رو میذارم. میخوام همین الان بذارمش توی لیست فروش، ببینیم برای سعید چه پیشنهادایی میاد و منتظریم که ببینیم برای داداشمون که اسپانیایی هم بلده و عشق حال دنیا رو داریم میکنیم با سعید، ببینیم که از چه. ببین من بیاد سری آ رو ترجیح میدم، تو این سن سری آ رو ترجیح میدم. تو همین حدود من یک موز آوردم، یک ASMR موز، خدای ما نریم. به به دوستان، من از شما عذرخواهی میکنم. به به. خب بچه همونطور که میبینید برای سعید عزت‌اللهی از لستر پیشنهاد اومده که میگم الان اصلا حال و اوضاع رفتن به لیگ جزیره رو نیستم. لستر هم باشگاه اوکی نیست مثلا، یعنی من تو ذهن خودم که بخوام برم اونجا. از اورتون هم پیشنهاد اومده، اورتون مالکش یه ایرانی، اسمش هم فامیلیش مشیریه، یه آقایی هست اسمش فامیلیش هم مشیریه، اورتون هم نیستم ولی لیگ جزیره یا میخوانمون. بعد ببینیم چطوری میشه. خب آقا پیشنهاد بعدی هم برامون اومد، از یوونتوس پیشنهاد گرفتیم. آجی خدای یوونتوس رو هستم، یوونتوس رو هستم. اولین تیم بزرگی که از اون تیمایی که خیلی هوادار داره و اینا، پیشنهادمون از برای سعید اومد، امکان قبول، سعید فروخته شد، میریم فصل چهارم یوونتوس. خب رفقا خوش اومدید به یوونتوس و فصل چهارممون. خیلی ذوق دارم و میخوام اصلا ببینم یوونتوس کیا رو داره کیا رو نداره. همونطور که میبینید ترکیب به شدت داغونی الان داریم و اصلا بامبا رو من نمیدونم، بامبا بیاییم و سعید قراره در کنار کاماوینگا بازی بکنه و بس ببینم دیگه هم پستا کنار، یه ربیو داریم، یه ماندروگا داریم، نتو رو داریم، خیلی نتو جواب آجی. خب بچه‌ها در مورد قرارداد سعید هم میخوام بگم، این قرارداد 4 ساله با یوونتوس داره و 80,000 تا در هفته، قیمت خود سعید هم 36 میلیون اینا سالان. همین دیگه، بریم ببینیم با سعید چیکار میکنه. خب بچه‌ها در آستانه اولین جاممون قرار داریم که سوپرکاپ ایتالیاست، که همونطور که میبینید روبروی اینتر ما بازی داریم. حالا من دیبالا رو چرا نذاشتم تو زمین، به خاطر اینکه خیلی افت کرده بود و دلیلش هم من نمیدونستم، به خاطر همین نذاشتم. الان هم البته میتونیم تغییرش بدیم، میذاریمش نوک و نوک هم بازی نمیکنه، سی اف بازی میکنه مثل اینکه، و این خیلی چیزه. من میتونم برای این بازی ذره تیمو قوی تر ببریم جلو و روبروی اینتر بازی داریم. اینتر تیم قویه، نسبت به یوونتوس تیم جمع و جورتر و قوی تری داره الان تو کار و میبینید ما رو 2-1 میبرن. فصل سختی داریم روبروی اینتر، میتونم بگم باقی تیم‌ها فکر نکنم زیاد اذیتمون بکنن. هنوز هیچ جامی با عزت اللهی نتونستیم بگیریم، ولی تازه اول فصل چهارمه و باید ببینیم چیکار میکنیم. برو بریم. خب رفقا خوش اومدید به آخر فصل چهارم. الان قراره یه دوره‌ای بکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاد. خود شما هم می‌بینید که ما شدیم دوم، خیلی بد کار کردیم. این از لیگمون که خدا رو شکر سهمیه لیگ قهرمانان اروپا رو برای فصل بعد گرفتیم. گروپ استیج اول شدیم بدون هیچ باختی، ولی تو راند 16 به شدت وحشیانه روبرو تاتنهام 6-3 بازیمون رو باختیم. در مجموع رفت و برگشت 1-1 شد، یکیشم 5-2 شد بازی که خیلی بد بود. و بارسایی هم که با ما هم گروه بود
بود ما بردیمش، الان رفته فینال لیگ قهرمانان اروپا با رئال سوسییداد، یه فینال اسپانیایی داره اونجا، ما برگام ریخته که رئال سوسییداد چطوری تا اونجا رفته که الان سعید شده 83 تو 25 سالگی. به نظر من خیلی هم خوب بوده کرمش انکرمن که دریبلینگش هم مقدار بره بالاتر و بالانس هم میتونه حتی باشه، ولی به نظر من اینجوری بهتره و به اندازه کافی دیفندینگ و فیزیکش رفته بالا دیگه، خیلی نمیبرمش بالا و روز چیزای دیگه سعی میکنم کار بکنم. 46 تا بازی یه دونه گل و 3 تا کلین شیت کلا داشتیم که خیلی آمار کثیف و بدی بوده. خب آقای سوتی که من الان متوجه شدم یه بازی از لیگ مونده بود و من اومدم اطلاعات بهتون دادم، ولی خب هیچی در اصل فرق نکرد، ما همون دوم شدیم و میلان قهرمان شد. تفاوتی هم تو آمار ما نکرد، یه بازی بیشتر میشه جا 46 تا بازی میشیم 47 تا بازی. خب رفقا خوش اومدید به اول فصل پنجم و مطمئنا خیلی فصل جذابی خواهد بود این فصل. به نظرم بچه‌ها دیگه با هم این فصل هماهنگن و میتونیم یک نتیجه خوب بگیریم. سعید شده 83 نشونتون دادم. دیولپمنت پلنی که الان قرار رو سعید بود، دوستان یه چیزی که پاس سعیدو ببره بالا، ولی خب فقط دیپ لاینینگ پلی میکره که اصلا رو استامیناش دیگه فقط تاثیر داره. همین دیفنسیور رو روش کار بکنم و دیگه بی خیال دریبلینگ و پاسینگ و اینا بشیم خیلی بهتره. یا مثلا بالانس هم اوکیه که همه چی رو بالانس ببره بالاتر. 35 هفته اینچ 35 هفته تفاوتی نداره و من همین دیفنسیو بذارم به نظرم بهتره. و دیگه آخرین فصل که حالا 5 فصل دیگه هم مونده همین سیس بازی میکنه. بریم ببینیم چیکار میکنه. خب رفقا خوش اومدید به آخر فصل پنجم و یک فصل به شدت داغونی ما داشتیم. حالا تو لیگ خوب بودیم ولی بازم دوم شدیم، باختامون کمتر بود ولی تعداد مساویامون سر به فلک میکشید و برد اونچنان حالا زیادی به دست نیاوردیم. تو در مقابل یه رقیبی مثل اینتر نتونستیم خوب زا بشیم. تو کوپا ایتالیا تو فینال به بولونیا باختیم. تو چمپیونز لیگ متاسفانه توی حالا مراحل حذفی روبروی رئال مادرید ما پیروز شدیم و بعدش اومدیم روبروی پی اس جی حذف شدیم و میبینید 37 تا بازی داره، یکی که هم رد ما بود مثل آقای کاماوینگا 55 تا بازی انجام داد، ولی ما کلا 37 بازی انجام دادیم. 10 تا هم کلین شیت، هیچ گل و هیچ پاس گلی هم به اسممون ثبت نشد. پیشنهادای ما از رئال مادرید و بایر مونیخ پیشنهاد داره سعید. من پیشنهاد رو حالا قبول میکنم، پیشنهاد بایر مونیخ رو قبول نمیکنم و میخوام برم سابقه بازی تو لالیگا هم دارم و دوست دارم برم اونجا بازی کنم. چه حالی بده سعید توی رئال مادرید. بریم ببینیم چی میشه. من منتظر اینم که سعید رفت رئال مادرید دیگه، چی از این بهتر؟ شماره 7م پوشیده که من به سیس سعید شماره 7 نمیاد و من دوستم شماره 6 رو بدم به ما. 6 ژائو کانسلو نمیخوام، 6 رو بدید سعید، 7 بره تنه یکی دیگه. آقا ژوتا رو ما داریم، رینیه رو داریم، ژوتا که میتونه سی اف بازی کنه، حتی نوک حمله فکر کنم بتونه راحت بازی کنه و وینیسیوس رو داریم، یکی از بهترین خط حملایی میتونم بگم لیگو داریم. تو هرناندز رو داریم، هرناندز داداششون دوتا داداشه کنار همن، اودریازولا داریم که من خب 100% کانسلو رو بازی میدم یا میتونم اینم بازی بدم، کانسلو رو هم بازی ندم که این چون سن پایین‌ترین استاد کانسلو داره. کورتوا داریم. رفقا خوش اومدید. من یه نکته بگم تو این پارت خیلی سیم کردن مچش می 3 4 تا مچ میخوام با رئال مادرید که سعیدم فیکس سیم مچ داشته باشیم. اولی شده شیم و سعید تو اولین بازیش برای رئال مادرید گل زد. من اصلا بذار رئال رو اینجا یادداشت کنم برای فصل ششم که قراره این بازی رو با هم ببینیم. نمیدونم سعید چرا یه دونه منفی خورده، دلیلش چیه، ولی خب 5 3 بازی رو ما بردیم و سعیدم تعویض شد، کاسمیرو به بازی اومد. خب آقا آخرین بازی هم که الان قراره براتون بریم رو اینجا من میزنم و ببینیم که چه نتیجه ای داره. 1-1 میشه. نمیدونم چرا تیم داره اینجوری نتیجه میگیره، یه انگشت مالی به تیم من بزنم. خب بچه‌ها چطورید؟ خوش اومدید به آخر فصل ششم که ما بازی آخرمون رو توی لیگ داریم و قهرمان شدیم و جشن قهرمانیمون رو می‌خوایم ببینیم این جشن رو و من قراره بازی کنم واسهتون و سعیدم ببینیم و الان قراره کل فصل رو ببینیم چه جوری بوده. توی سوپر کاپ تونستیم 3-1 ویارئال رو ببریم و اینجوری بود، 4 تا تیم بود و بعد تونستیم ویارئال ببریم، یعنی جام گرفتیم با سعید بالاخره و خوشبختانه تونستیم یه دونه سوپرکاپ اسپانیا برای سعید بگیریم. تو کوپات اسپانیا ببینیم که سلتا ویگو قهرمان شده و ما اصلا کجا حذف شدیم. ما توی راند 16 اصلا یه وضعی اونجاها بودیم که حذف شدیم. توی لیگ قهرمانان اروپا هم امسال حضور داشتیم و توی نیمه نهایی روبروی لیورپول در مجموع 5-4 باختیم و حذف شدیم. هنوز که هنوزه حالا ما این گیم پلی که دیگه سعید داریم، شاید لیگ قهرمانان نرسیم به فینال، اگرم برسیم دیگه گیم پلیم نداریم. خب آقا خوش اومدید به در واقع آخرین بازی فصل رئال مادرید با حضور سعید عزت الله. احتمالاً یه فصل دیگه هم تو رئال مادرید من بمونم. جان هانوغلو هم دارید میبینید بازیکن اینتر که حالا تو اینجا داره تو سویا بازی میکنه. ما خودمون سابقه بازی تو سویا رو یک فصل
داریم. فکر کنم عکس فرانس پوشکاش بود، فرانسه که رو سکوها زدن، رئال مادرید قهرمان شده و سعید عزت اللهی شماره 6 رو می‌بینید که قد خیلی بلندی داره. فکر کنم تو رئال از همه به جز کورتوا قدش بلندتره. علاقه پوشکاش است که عکسش زدن. اینم کورتوا دیگه قدش رو نشون نداد. من می‌خوام فقط ترکیب ببینم. اینم تو هرناندز، خیمنز، دلیخت و دفاع چپ اکوادوریمون، اینم والورده، عزت اللهی و تیلمانس، کین، وینیسیوس و رودریگو. نکته‌ای که بود من دیگو ژوتا رو اول فصل گذاشتم و اصلا ندیده بودم که ما مویز کین رو هم داریم داخل ترکیبمون. بذار بدیم به سعید و سعید مقداری بدوه. کلا سعید سنگینه، یعنی توپگیر الان و اسکیل زن هم اونچنان نیست. یه فرصت توی لمانس، یه فرصت، یه ضربه از وینیسیوس جونیور، دقیقه 10 بازی. زیاد به چش نمیاد بازی سعید، اما خب اگرم نباشه تاثیر زیادی داره. سعید رو میبینید که رفته تو فاز دفاعی. سعید عزت اللهی رو میبینید. توپ سعید رو میزنن، پای سعید زده شد اونجا. یه ضربه و توی دروازه، توی دروازه شکار میکنه اونجا رودریگو. سعید سابقه برد روبرو رئال مادرید هم داره. چه پاسی میده اونجا سعید عزت اللهی، سعید عزت اللهی، سعید و پاس گل سعید. برو اونجا بغلش سعید پیدا بکن. چه بزن زیرشی کرد سعید عزت اللهی. سعید رو نمیبینیم کجاست، اما خواسته خیلی محکمی داد. گلرم میتونست بیاد جلو اما نیمد. اینجا توپ گیری وینیسیوس، یه پاس خیلی خوب واسه رودریگو. رودریگو یه فرصت، اصلا گلر دیگه برگ و پیلی براش نمون. یه روپا، یه ضربه و توی دروازه. اصلا لک شد یه لحظه. دومین پاس گل سعید. نمیره با سعید خوشحالی کنه. سعید دیگه پرید رو رودریگو. چی کار میکنه سعید اونجا؟ سوت پایان بازی و قهرمانی رئال مادرید توی میبینید که توی لالیگا و اینم سجده شکر مویز کین و سعید رو به ما نشان بدید. سعید رو نشونمون بدید که ببینم چی کار میکنه. دستبند کاپیتانی به دستان فدریکو والورده بسته شده. بال سعیدم، بله سعید رو بالاخره دیدم. یه حلقه شادی میزنن. شماره 6 چقدر مثلا فکر کن سعید میرفت واقعا رئال مادرید، چقدر این کیتش فروش میرفت آجی. کیت شماره 6 سعید رئال مادرید خیلی گاد میشد آجی. فکر کن خدایی، حیف بازیکنای ایرانی نیست. خیلی ایرانی ها استعداد دارن و ولی حیف که کشف نمیشن اکثرشون. سعید دو تا پاس گل هم داد، من آمارش هم خوب شد ننوشتم. یه دونه لالیگا با رئال مادرید و این بالا بردنه. چرا پشتش نوشته اره؟ چی شد؟ خوش اومد به فصل هفتم. همونطور که میبینید من حالا چیز خیلی خاصی نمیخوام اول فصل هفتم بهتون بگم، فقط میخوام بگم آقا یه نگاه فقط به دیولپمنت پلن سعید بندازیم ببینیم میتونیم چیز دیگه تنظیم کنیم نه، و میتونیم این کارو انجام بدیم چون سعید فرمش خوبه و راحتتر الان میتونه اوورالش بره بالاتر و اینا بره بالاتر. و من دوست دارم همین چیزو داشته باشیم دیگه، مثلا بال وینینگ خیلی به نظرم میتونه داش، سرعتشو ول کنیم، ریاکشن و ایناشو بریم بالاتر، اینو بذاریم. و الانم وضع سعید خوبه و برو بریم واسه فصل بعدی. خوش اومدید به آخر فصل هفتم و الان قراره که ببینیم چه اتفاقی افتاده و آمارا رو بررسی کنیم، ببینیم چند تا بازی کردیم چند تا بازی نکردیم. قهرمان لیگ نشدیم فصلی که فکر میکردم همه چی منظم و میتونیم قهرمان بشیم. سوپر کاپ اسپانیا ما 4-0 بردیم. یه دونه سوپر کاپ، یعنی ما تا الان تو رئال ما دو فصل 3 تا جام گرفتیم. توی کوپات اسپانیا میبینید که ما نرفتیم اصلا فینال. چمپیونز لیگ هستش که ما اصلا نرفتیم. پی اس جی لازم هستیم ما. 2-1 روبرو چلسی ما باختیم و متاسفانه دیگه من احتمالا برم تو لیگی که تجربهش نداریم، یا برم بوندسلیگا که بعید بدونم، یا دیگه برم لیگ جزیره. وقت لیگ جزیره رسیده، عزت الله شده 87 و به نظر من تایم اوکیه. ببینم چقدر بازی کردیم. 47 بازی توی این فصل انجام دادیم. به عنوان سی دی ام رئال مادرید کاسمیرو هم 5 تا بازی این فصل انجام داد. کاسمیرو دیگه آخرین فصلشه و خداحافظی میکنه از فوتبال. و والورده کامل بازی این فصل رو بازی کرده و بخوایم یه جوری حساب بکنیم ما یه تعدادی از بازیامون رو دادیم کاسمیرو بازی کرد، یعنی مربی جامون رو عوض کرد. 47 بازی، 2 تا گل، هیچ پاس گل ندیم و 11 تا کلین شیت ما داشتیم و فیزیک ما 95، دف ما 89
99 شد، خیلی خوبه. فقط جامپینگ و هدمون بالای 90 نیست، یا چجوری بگم، البته چند تا استات داریم که با هنوز به 90 نرسیده. قراره که سعیدو بذاریم توی لیست فروش و مثل اینکه گذاشتم و بعد این دکمه رو زدم که بهتون بگم انقدر رد نکردیم و نمیدونم وایسادیم و رفتیم و اومدیم، بالاخره از بارسا واسه اون پیشنهاد اومد و الان سمستنو اینجاست که بگه آقا خیانت به تیم خودتون نکنی، خیانت کار درستی نیست، اما فوتباله. اینکه یه راست از رئال بریم بارسا زیاد چیز نیست، ولی جذابش میکنه. میتونیم بریم بارسا، پیشنهاد بارسا رو قبول میکنه حسام. سعید عزت‌الله تو کف بارسا بود قشنگ و فروخته شد به بارسلونا. یک انتقال جنجالی که دقیقاً مثل لوئیس فیگو بود که از بارسا اومد رئال، دقیقاً برعکسش. و الان قراره کلی سعید عزت‌الله منفور بشه تو ذهن رئالیا و بگن که این سعید عزت‌الله داره تیمشو به پول فروخت. بریم ببینیم چی میشه. چقدر قوقا به پا کردین انتقال، و شما باید ببینید این قوقایی که شده. یک گزینه‌ای به اسم یورنته روی نیمکت داریم که اوورالشون با در واقع سعید یکیه. ترکیب جالبیه. دو تا خیانتکار سه تا خیانتکار ما داریم اینجا. واقعا کریر یه ذره واقعیت. خب من خودم هم پیکر رو به رئال فروختم. واران مندی مثل که کلن بارسا تو این کریره بازیکنها رئال رو میخره. دیانگ، دمبله، ترند، الکساندر آرنولد، تعویضی های جالبی هم داریم و تیم تمیزیه کلن. نه بازیکن زیادی داریم نه بازیکن کم داریم. اینو میدیم دیگه، دیپلاین میدیم، دریبلینگ و فلانش رو ببره بالاتر دیگه. این آخر عمری اوکی کنه کار دیگه. بریم ببینیم چی میشه. خب بچه‌ها هنوز تو فصل هشتمیم و نکته‌ای که داره، بارسا خیلی خوب داره بازی میکنه. حالا اول فصل خیلی خوب شروع نکردیم، تیمی نبوده که تو لیگ نبازه و ما تنها تیمی بودیم که تا الان نباختیم. بازی رو با هم داشته باشیم، با هم ببینیم چه اتفاقی میفته. خیلی بازی مهمی است و میبره کاریلره میزنه. ما توی حالا پلی ریوایند اگه شرایطش باشه تغییر پست داریم و الانم سعید شده 88 29 سالشه. میخوام ببینم آیا تو دیولپمنت پلن برای اینکه بشه سی بی کلن دو هفته بچه اوکیه، یعنی میتونست بشه سی بی و قدرت اینکه بشه سی بی رو هم داره. و همونطور که میبینید واران هم 86 87 بود، الان شده 85، داره افت میکنه و میخوام این کارو انجام بدم و یورنته بازی بکنه. من الان این بازی رو به عنوان اولین بازی که قراره سی بی بازی بکنه قراره براتون کویکسی میکنم. البته بازی سختی است، رئال سوسییداد تیم خوبیه و یکیش باختی. به خدا قسم تقصیر سعید نبود، این بازی کلا سخت بود، تو زمین خودمونم نبود. سعید مگه نه استات دفاعیش گاده حاجی، و شد 90 اوورال سعید. چون تغییر کرد و استاتساش به سی بی بیشتر شباهت داشت، یهو اوورالش شد 90. خوش اومدید به آخر فصل هشتم و یه فصل خیلی متفاوت داشتیم داخل بارسلونا. ما سی بی بازی کردیم، الان آمارمون رو حتما میریم میبینیم. قهرمان لالیگا شدیم، با رئال اصلا چهارم شد. این فصل زیاد اوکی نبود رئال. تو کوپات اسپانیا ما رئال قهرمان شد، ما اصلا حذف شدیم. چمپیونز لیگ که حالا خیلی بازیکن بزرگ مثل بوفون و اینا بودن که تو دوران خیلی طولانی فوتبالیشون چمپیونز لیگ نداشت. سعید 45 بازی، 2 گل، 7 تا کلین شیت. این فصل هم الان میخوام دیولپمنت پلن بندازم روی آقا سعید عزت‌اللهی. دیولپمنت پلنمون دیفنسیو باشه، البته هستش و خیلی فیزیکالیه. شماره سعیدو بذارم 5، بذار بکنیمش 5 شماره سعیدو، خیلی جذاب میتونه باشه. و بریم فصل نهم هم داشته باشیم و ببینیم چی میشه. خوش اومدید به آخر فصل نهم و یه فصل جالب داشتیم و تونستیم باز قهرمان لالیگا بشیم. من دو فصل پیاپی، یعنی دو فصلی که بودیم داخل بارسلونا، جفتشم قهرمان لالیگا شدیم با بارسلونا و من جامای دیگرم میبینم. یکیچ روبرو رئال مادرید تو سوپرکاپ باختیم، رئال زهرش رو ریخت. اولین کوپا د اسپانیا ما تونستیم 4-1 اتلتیک کلابو بزنیم. توی چمپیونز لیگ تو سمی فینال به چلسی باختیم، رئال مادرید در رفت فینال، رئال قهرمان میشه علنا. و 58 بازی، بیشترین تعداد بازی که بوده رو ما با سعید داشتیم، 58 بازی، 14 تا کلین شیت هم داشتیم که بیشترین کلین شیتمون تو یک فصل بوده. و بریم این فصل هم بازی بکنیم و ببینیم چه اتفاقی میفته. خب بچه‌ها خوش اومدید به فصل دهم و آخرین فصلی که کامل داخل بارسلونا بودیم و الان میخوایم بریم تو بخش سنترال ببینیم کی قهرمان شد. و رئال مادرید قهرمان شد سوپرکاپ، رئال 4-1 ما رو زد. بله ولی نه جدی، ما دو تا لالیگا هم گرفتیم حاجی. بهترین سالمون تو بارسا بود خدایا. حالا من باز الان اینجا آخر ویدیو بهتون میگم. تو کوپا د اسپانیا رئال و اینا، ما اصلا قبل رئال اصلا یه وضعی بود و میبینید که منچستر یونایتد و سیتی اومدن فینال، رئال تا نیمه نهایی اومده. ما فکر کنم نمیدونم ما هم دوباره راند 16 مسعود بشه میکوبم تو تلویزیون.
جی برگم آخرین فصل چه فصل گوهی داشتیم، خیلی از هم پاچیده ای داشتیم فصل آخرمون. خب آقا اینم از آخرین فصلی که با سعید داشتیم. سعید 45 تا بازی کرد، یه دونه پاس گل و 4 تا کلین شیت. فصل اصلا خوبی برای سعید نبود. بریم واسه حساب کردن این که سعید چی کار کرده. سعید عزت اللهی در مجموع 10 فصلی که ما باهاش داشتیم، از 21 سالگی تا 31 سالگیش، ببین فوتبالیستا بیشتر هم بازی میکنن، اما دلیل اینکه خیلی طولانیش نمیکنم، خب هر فوتبالیستی اگه از مثلا 18 سالگی شروع کنه، الان ما بازیکن داریم زلاتان 40 سال بیشتر داره بازی میکنه، یعنی بیشتر از 20 فصل. ولی من نمیتونم 20 فصل رو بیام برم. ببین چی میگم، یه سری میگن دو پارته کن، سبک کار یه پارته است. کلا 443 تا بازی انجام داد سعید تو کل این چند فصل. توی تیم‌های ریدینگ، جنوا، سویا، یوونتوس، رئال مادرید و بارسلونا بازی کرد. در مجموع این 10 فصل کلا 16 تا گل زد، که من بخوام یه جوری حساب کنم 16 رو ما تقسیم بر 10 بکنیم، یه چیزی یعنی هر فصل حدوداً 1.5 گل به ثمر رسوند. دفاع یعنی سی دی ام بود، کلا عقب بازی می‌کرد دیگه. هم سی دی ام الان دو فصل آخرش هم شد سی بی. در طول این 10 فصل هم کلا فکر کنم 9 تا پاس گل چیزی که حالا من اینجا نوشتم، امیدوارم اشتباه ننوشته باشم، یعنی حدوداً دیگه بخوایم روندش کنیم فصل یه دونه پاس گل داده بود. در طول این 10 فصل هم کلا 82 تا کلین شیت داشته سعید عزت اللهی. بچه این بود از سعید عزت اللهی، به نظرم جذاب بود این روندی که اومد و 5 سال تو دوتا تیم پرطرفدار دنیا بازی کرد. سعید به نظر شما تو کدوم بهتر بود، یعنی تو کدوم سالای بهتر؟ از لحاظ جامی من خودم پشمام ریخته، لالیگا یه دونه با رئال مطمئنم، یه سوپرکاپ هم با رئال مطمئنم، یه سوپرکاپ فکر کنم 4 تا جام با بارسا برد، 2 تا با رئال مادید، و اینکه یه فصل هم اضافه تر بارسا بازی کرد. ولی این یه فصل اضافه تره، اصلا هیچ جامی نگرفتیم، تو دو فصل 4 تا جام گرفتیم. همونطور که دیدید فصل خیلی بدی بود فصل آخرمون. سعید تا 91 بالا رفت، یه پتانسیل متوسط میشه گفت دیگه، یه میانگین گذاشتم که خیلی هم بالا نشه. دمتون گرم، لایک و کامنت همتون هم.